این آقایون میگن حفظ نظام واجبه. منم بارها عرض کردم یکی از واجبات شرعی ما حفظ نظام نیست. حفظ نظام وجوب نفسی نداره، وجوب مقدمی داره. نظام رو حفظ کنیم که در سایه نظام احکام اسلام و احکام شرعی رو اجرا کنیم، نه ای که احکام اسلام رو زیر پا بذاریم به بهانه حفظ نظام و مورد هم از نظامش عقص باشه. ما هیچ جا همچی چیزی شرعن نداریم. حفظ نظام وجوب مقدمی داره، این آقایون توجه ندارن. و برای این است که وسائل اسلامی اجرا بشه. به چه مجوز شرعی مردم رو کتک بزنیم برای اینکه میگه من تو رو قبول ندارم؟ خب قبول نداشتم، من نه خدام نه پیغمبر. بله؟ بله. اون وقت این آقایون میگن که همطور اینجا تو قم، من اطلاع دارم که تو قم آوردن تو مساجد باتون تقسیم کردن که برای اینکه بسیجی ها مردم بزنن، حالا به هر جا میخواد برسه. اینا به چه مجوز شرعی کارا رو میکنن من نمیدونم. اسمش هم بدیش به این است، به اسم اسلام هم انجام میدن این کارا رو، بدنومی اسلام هم در میاره. یه وقتی شورای نگهبان اومدن گفتن که پرونده انتخابات مختومه. خواهی پرونده انتخابات مختومه، این همه افراد رو بازداشت کردند و مصاحبه میگیرن، اینا به بهانه انتخابات بوده. خب پس اینا هم خبود رها میکردن و معذرت هم ازشون میخواستن، ببخشید عذر میخوام اشتباه شده اینا. بسا به این جهان هم رسید. اما آقایون همطور دنبالش رو گرفتن و همطور حفظ نظام واجب شد. وحدت کلمه، وحدت کلمه چی؟ شما خودتون تفرقه درست میکنید وقت وحدت کلمه. اینجا من بارهایی همین پرشب هم من تو درسمون گفتم، ببین خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماد فبما رحمت من الله لن تلهم، در اثر رحمت خدا ای پیغمبر تو طبع لینه، ولو کنت فظا غلیظ القلب لن فظوا من حولک. تا اینجاش درست. بعد میگه فاعف عنهم و استغفر لهم. معلوم میشه پس گناه بوده، خلاف بوده. معذالش میگه فاعف عنهم و استغفر لهم، بالاتر از این همینا رو میگه و شاورهم فی الامر، یعنی همینا که مخالفینن، همینا که باید براشون استغفار بکنی، اینا رو در امور باشون مشورت بکن، بها بهشون بده. ما داریم هم تو خودی ها رو غیر خودی میکنیم، در صورتی که قرآن میگه غیر خودی رو هم خودی کن و شاور هم فلن، اینا رو هم باشون مشورت بکن، بها بهشون بده. این دستور اسلام. و اون وقت آقایون متاسفانه به اسم اسلام مردم رو کتک میزنن، باتون تقسیم میکنن، اینا هم نمیدونم چطور اینا توجه ندارن. پس این که ما همه گفتیم دیه داره دو یه شطور و دو تا شطور و پنج تا شطور و ده تا شطور، اینا چی گفتیم ما؟ خب اینا دستورات اسلام دیگه. وقت به چه مجوز افراد رو میزنن و اینو کنن؟ یه وقتی ما زندان بودیم، یه آقای ازغندی، شما ازغندی که میشناسی، بازم هم ما بود، ما دیگه باشون آشنا شده بودیم. یه عباس اشراقی بود، از این اشراقی های قوم، یه عبد داشت، مرض سرع داشت. وقت تو بند ما پیشی او یا یوسفی دیدم چی کداده بودن، اون مراقب او بود. از غنجه اومد دستی عباس اشراقی گرفت و برد. بعد من بهش گفتم کجا بردی؟ گفتم رهاش کردم، آزادش کردم. گفتم این که عبد پاش فردا میافتاد میمرد، اینجا تو دنیا برای ما معرکه میگرفتن. خب اینو میگن عقل. خب آقایون بهزاد نبوی پیر مرد حالا اومدن گردن، بعد دابر برشدن زندان. آخه چی آخه اینا؟ اینا برای چی نگه هم دارید؟ این مصاحبه برای اینا با اینکه این همه ما روایات داریم که در حال حبس و تبعید و تهدید و اینجور چیزا اقرار اعتراف ارزش نداره. اینا به زور از افراد اعتراف میگیرن و ترتیب اثر هم بهش میدن. خب اینا خلاف مبادی اسلام. حالا بالاخره
یکی باید به آقایون بگه بله بله به حضرت عباس این کشور مالی ماست، ما هم علاقه داریم به کشور، کشور حکومت هم میخواد قبول داریم، حاکمیت لازم داره، حاکم هم شرایطی داره، اما مردم این کشور مالی مردمه، ما یه فصل در قانون اساسی همیش راجع به حقوق مردم داریم، این آقایون این فصل رو اصلا نادیده میگیرن، فقط یه ولایت مطلقه درست کردم که من یادم من بازنگری رأی ندادم برای که ولایت مطلقه قبول نداشتم، با اینکه ولایت مطلقه رو ما درست کردیم بابا جون، اما معذرت ولایت مطلقه غلطه، خودی پیغمبر اکرم هم ولایت مطلقه نداشت، برای که خدا تو قرآن به پیغمبر میگه فحکم بینهم بما انزل الله، معنی پس یعنی هرچی میخوایی بگوی نیم به ما انزل الله باید باشه، پیغمبرم ولایت مطلقه نداره، آقایون یه ولایت مطلقه دو کن باقی اصول قانون اساسی همه نادیده گرفته میشه، با اینکه این اصول مردم حق اجتماع دارن، ما از اول که انقلاب شد یادم گفتیم استقلال آزادی، معنیش آزادی معنی آزادی مسئولین نیست، یعنی آزادی مردم، جمهوری اسلامی یعنی حکومت رو از نظر مردم باشه، منتها طبق موادین اسلام رو. من یادم در پاریس از مرحوم امام پرسیدن کمونیست هم گفت اونا هم حق دارن اظهار نظر بود، حالا مسلمان ها اونایی که بابا تو انقلاب بودن اینا رو حالا ما بیایم زندان بکنم، باید بگویم که اعتراف کنید اینجوری تعهد بده وگرنه حکومت مال مردمه، کشور مال مردمه، مردم حاکمیت معین میکنن و در این حال کنترلش هم دست خود مردمه، معنی آزادی هم این بود اولی انقلاب همه شعار میدادیم، حالا متاسفانه همه اینا زیر پا گذاشته شده، بنابراین بجاست که یعنی واجب است مسئولین جبران کنن گذشته ها رو و تا اندازه که توان دارم از مردم عذر بخوام، زندانی ها بیچارا رو آزاد کنم، اینایی که به خاطر مثلا فرض بگید آقایون اعتراف میگن، این اعتراف هایی که یه جو ارزش نداره در زندان، اینا آقایون رو آزاد کنم، عذرم ازشون بخوام، وظیفه دولتی ها اینه، وظیفه مسئولین اینه، و ما مخالف حفظ نظام نیستیم، اما حفظ نظام مقدمه انجام وظایف شرعی است و اینکه اجرای دستورات اسلام و اینکه مردم رو کتک نزنیم، حقوق مردم رو دست بیاریم، حقوق مردم رو بهشون عطا بکنیم، بلکه کشور مال مردمه. کانون مدافعان حقوق بشر در سال 88 تندیس تلاشگر حقوق بشر را به حضرت آیت الله العظمى حسین علی منتظری تقدیم می‌دارد. ایشان در زمینه‌های نظری و عملی و با نادیده انگاشتن مقام و قدرت دنیوی و برخورداری‌های ناشی از آن از حق و کرامت واقعی انسان دفاع کرده است. مواضع فقهی ایشان در مورد حقوق شهروندی همه ایرانیان، تکیه و تأکید بر مشروعیت حکومت بر اساس آراء مردم و دفاع از حقوق مخالفان بر همگان روشن و آشکار است. آنچه کانون را در تقدیم این جایزه به شخصیت برجسته و علمی آیت الله ترغیب نموده مواضع عملی ایشان است، از جمله مخالفت با اعدامهای بیرویه در سالهای 1360 و 1367، مخالفت با سختگیری حکومت علیه شهروندان و دفاع همه جانبه شجاعانه و مقتدرانه ایشان از جنبش سبز مردمی ایران است. کانون مدافعان حقوق بشر با تقدیر از تلاش‌های این عالم برجسته که سالها حصر و محرومیت و تحمل مرارت را برای ایشان به همراه داشته است و با تبریک به ایشان برای نیکنامی جاودانشان در نسل ملت ایران، با آرزوی سلامتی و تداوم راه پرارزش دفاع از حقوق انسان‌ها، تندیس تلاشگر حقوق بشر را در 19 آذر ماه 1388 مصادف با 10 دسامبر 2009 و 61مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر
تقدیم آیت الله العظما حسین علی منتظری می کند، کانون مدافعان حقوق بشر.